سپاسگزارم. خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من پژمان جمشیدی با برنامه پیشگو در خدمت شما. زمانی که ما نوجوان بودیم یک برنامه کودکی پخش می‌شد به نام ساعت برنارد. در این برنامه یک پسر بچه‌ای بود، یه ساعتی داشت که با اون میتونست زمان رو متوقف کنه. فکر می‌کنم همه اون آدم‌هایی که اون برنامه رو می‌دیدن حسرت می‌خوردن که چرا همچین ساعتی ندارن، یا دست کم تو ذهنشون یک بار از اون ساعت استفاده یا سوء استفاده کردن. حالا یک نفر زمان رو متوقف می‌کرد، میرفت با دوستاش بانک سر کوچه رو می‌زد. یک نفر زمان رو متوقف می‌کرد، خودش رو نفر اول کنکور می‌کرد. یک نفر زمان رو متوقف می‌کرد، میرفت سراغ بگذریم. همه چیزم نمیشه گفت. من هم از این قاعده مستثنا نبودم، اگر بگم دروغ گفتم. دوست داشتم یک ساعتی داشتم که باش زمان رو متوقف میکردم. جوون بودیم و جویای نام. الان که به اون روزا فکر میکنم، حس میکنم اگه در حال حاضر اون ساعت رو داشتم، به زنگاهای مهمتری از تاریخ رو عوض میکردم. مثلا شاید زمانی که زلزله رودبار و بم قرار بود اتفاق بیفته، تو کوچه های رودبار و بم میدویدم، زمان رو متوقف میکردم و به اهالی رودبار و بم میگفتن داره زلزله میاد، خودتون رو نجات بدین. اینجوری داغ کمتری می دیدیم. یا وقتی دود پلاسکو رو می دیدم، زمان رو متوقف می کردم تا شاید عزیزان کمتری زیر آوار بمونن. یا تو حالتهای راحت ترش، شاید دقیقه 93 بازی ایران آرژانتین زمان رو متوقف می کردم، توپ مسی رو چند وجب می بردم اون برتر. یا تو بازی پرتغال توپ تارمی رو چند وجب می آوردم این ورتر. اما متاسفانه ساعت من هم مثل ساعت شماست، یک ساعت معمولی. هیچ کار عجیبی باش نمیتونم بکنم. شاید فقط بتونیم حسرت بخوریم که هیچ وقت نمیتونیم زمان رو نگه داریم یا به عقب برگردونیم. حالمون رو عوض میکنیم با کیف کردن از شنیدن یک آهنگ جذاب از گروه دوست داشتنی سیریا. بفهمید بچه ها، خوش آمدید.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. یه دست دیگه به افتخار گروه سیویا بزنیم که به خاطر برنامه ما از بوشهر اومدن. اصلا جنوبی باشی نصف موزیسیان بودن حل فکر کنم. بسیار عالی، موسیقی درجه یک جنوب، فوق‌العاده است. ممنونیم که برای بار دوم به برنامه ما اومدید، کیف کردیم، افتخار دادیم، متشکرم. بسیار خوب، میخوام ببرمتون به چند دهه قبل و مدرسه توفیق در شهر زنجان و یک قصه کوتاه براتون تعریف کنم. پسر بچه‌ای اونجا مشغول به تحصیل سال دوم دبستان است و متاسفانه سال دوم دبستان مردود میشه. به نظرم کار کمی نیست، دوم دبستان مردود شدن کار هر کسی نیست. حالا متوجه میشید چرا میگم کار هر کسی نیست. با اعتماد به نفس کامل سال سوم رو میرن میشینن سال سوم، یعنی سال بعد میرن به جایی که برن دوم رو تکرار کنن، میرن میشینن سال سوم. از اونجایی هم که تو مدارس دبستان کمتر پیش میاد کسی مردود بشه، هیچ کس حدس نمیزده که بچه‌ای در سال دوم جواز حضور در سال سوم رو نگرفته. ادامه میدن سال تحصیلی رو تا به پایان سال میرسن. پایان سال موقع امتحانات معلم، ناظم و مدیر مدرسه متوجه میشن که این پسر بچه‌ای که الان در سال سوم نشسته و کل سال رو تو این کلاس بوده، سال دوم اصلا رد شده، نباید میومده میشسته کلاس سوم. مهمان امشب ما دانش آموز مردود دوم دبستان و شاگرد اول سوم دبستان، دبستان توفیق زنجان هست، عزیز دلمون جناب آقای حسن مجرمی. خوش آمدید، خیلی خوش اومدید، خیلی افتخاریست. بفرمایید. خیلی به پیشگو خوش آمدید. باعث افتخار من و همه عوامل پیشگو است که در خدمت شما هستیم. برای من که قطعا اتفاق مهمی است در کارنامه کاریم مصاحبه با شما. اگر صحبتی با بینندگان داریم. خیلی سلام عرض میکنم، واقعا خوشحالم خدمت شما هستم. میام انتظار داشتن که یه پسر بچه خیلی ملوسی بیاد. گفتم چند دهه قبل یه ناصرالدین شاهی اومد. بسیار خوب، شما برای ما همه جوره عزیزید و فکر میکنم دیگه همه دوستانی که اهل سینما و هنر هستن میدونن که شما دارید در یک سریالی نقش ناصرالدین شاه رو بازی میکنید. خیلی باید جذاب باشه. بله بله، خیلی اتفاق عجیبی که آدم نقش ناصرالدین شاه رو. بسیار خوب، این داستان دوم دبستان چه سالی بود میتونیم به ما بگیم؟ واقعا نه، شاید همینجور سرانگوی الان متولد 47م، احتمالا مثلا 8 ساله بودم شاید. بله دیگه، دوم دبستان 8 سال است. 47 میشه 50 و به خاطر همین مردود شدم. 39 سال پیش نمیتونم بشمارم. 39 سال پیش میشه. 39 سال پیش، یعنی 1367
نه پنجاه و پنجاه و پنج سی و نه سال پیش نمیشه 1361؟ چون من موقعی که انقلاب شد 10 سالم بود. آها متولد 47 بود. بله بله 47 سالتونه. نه نه متولد 47. بسیار خوب بزنم به تخته و پس. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. چون دارید نقش یکی از پادشاهان صده های گذشته ما رو هم بازی میکنید و ما هم اینجا در این بخش بیشتر راجع به گذشته و حال حرف میزنیم، میخوام بدونم جناب آقای حسن معجونی وقتی اسم گذشته میاد چه حسی دارن؟ یه چیز تس توامان هست، هم در این حال بعضی لحظه های خیلی خوب که معمولا از دست میره چون همش فکر میکنیم تایممون داره تموم میشه، هم در این حال من از الان خودم راضیم. حتی علاقه ای ندارم به یک سال قبلتر برگردم. اینه که یه حس دوگانه است برام در واقع. بیشتر غمگین میشید یا خوشحال؟ میدونم یه حس توامانه، ولی خب منظورم اینه که از گذشته‌ای که تا به امروز اومدید راضی هستید؟ الان که اینجا وایستادم میگم حاضر نیستم برگردم، الان راضیم. راضیم نه از شرایطم، از همین که هستم. من میگم یکی از چیزهایی که آدم در هر جایی که ایستاده میتونه بهش افتخار کنه، تو هر جایگاهی، تو هر شغلی، مهم نیست که ما خیلی آدمای مهمی باشیم یا نه، این که به گذشته خودمون افتخار کنیم به این معنا که ما تلاشمون رو کردیم و رو پای خودمون هم به اینجا رسیدیم، کاری نکردیم که از خط انسانیت خارج بشیم برای اینکه اون چیزی که الان داریم به دست آورده باشیم. به نظرم هر کی همچین حسی داشته باشه آدم موفقیه تو زندگیش. نظر شخصی منه، منظور عرض من همینه. و وقتی شما میگید من اینجایی که الان هستم راضیم، نشون میده و البته بیراه هم نیست و همه ما همین حدس رو میزدیم. حالا که به گذشته رفتیم و در مورد گذشته حرف زدیم و بهش فکر کردیم و شما رو وادار کردیم کمی بهش فکر کنید، نقش اول خاطراتتون کیه؟ کسی هست که هر وقت به گذشته فکر میکنید تصویر اون براتون از همه پر رنگ تر باشه؟ شاید نه، قطعا مادرم که البته نیستم، روحشون شاد باشه. آره مادرم برای من فکر میکنم خیلی مهم بود. بله روحشون شاد باشه، روح همه مادر پدرهایی که نیستن شاد باشه. دلیلش هم نمیپرسم چون دلیلش واضحه برای همه ما و هممون شاید همچین حسی داریم. اگر بخواین در تاریخ ایران یا تاریخ بشریت به طور کلی، میدونم که از حال حاضرتون بسیار راضید، اگر مجبور بشید که یک دوره تاریخی رو انتخاب کنید که تو اون دوره زندگی کنید به غیر از زمان حال، چه دوره ای رو انتخاب میکنید؟ شاید توی ایران دهه 50 برام خیلی جذابه، به خاطر اینکه این دهه 40-50، به خاطر اینکه معماری اون دوره رو من خیلی دوست دارم. بله یعنی هنوزم که هنوز مثلا خونه هایی که از اون دوره باقی مونده من دارم نگاه میکنم، واقعا اصلا روح هم تازه میشه، خاطر اینکه معماری یه زبان خیلی خاموش داره، نمیگه رابطهش با آدم چیه، خیلی مدل ادبیات و چیزهای دیگه نه پیام میده نه صحبت میکنه، ولی اون فضایی که برای آدم ایجاد میکنه تو میفهمی چه حالی داره. دهه 50 ما نگاه بکنیم، پنجره های بزرگ به بیرون و در این حال روی نما هم کار میشد، توی نما هم کار میشد، یه همبستگی خیلی درجه یک، سقف های بلند، احساس احترام میکردی وقتی تو اون خونه ها قدم میزنی، همین الان هم همینه، وقتی میریم قدم میزنیم تو اون خونه حس میکنی که وای چه فضای درجه یکی برای من ساخته شده. مثلا این حس رو تو دهه خونه های دهه 60 نداریم. روبناها غلط، خیلی بد، بد سلیقه، بد، با پنجره های کوچیک. ولی مثلا دهه 50 به نظر من بی‌نظیره. بله.
یا یعنی هنوزم که هنوزه من تصمیم بگیرم یه خونه‌ای بگیرم، میرم سراغ اون خونه‌هایی که تو اون دوره هستم، اونو میگیرم بازسازی میکنم. بسیار. چون فکر میکنم که واقعا درجه یک. برای همین تاریخ مصرف بیشتری هم دارن و اصلا دوچار مرور زمان نمیشن، به همین دلایلی که شما فرمودید. شما طراحی‌های صحنه کاراتون رو اکثرا خودتون میکنید؟ خیلی هاشو، ولی خب بچه هم هم هستن، یعنی کسایی که با هم کار میکنن، بعضی ایده داشته باشن من ترجیح میدم که بسپرم به اونا، ولی خب اکثر کارا معمولا تایید نهایی با خود شماست. بله بله. یعنی کلن شما تحصیلاتتون تئاتر هست؟ من تئاتر خوندم، در واقع ادبیات نمایشی خوندم. بله. ولی به معماری علاقه دارید؟ معماری خیلی زیاد، چون مثلا همین صحنه هم واقعا معماریه دیگه. بله. خودش بله. صحنه ما کار آقای سیامک احساییه که نمیدونم باش کار کردید یا نه، شاید کار کرده باشه. بله. از دوستان عزیز ماست. اگر یک اتفاق تاریخی بخواین انتخاب کنید در طول زندگی بشر که دوست داشته باشید در زمان وقوعش اونجا بوده باشید، چه اتفاقی رو انتخاب میکنید؟ شاید اون دوره‌ای که چرخ داشت اختراع می‌شد، یعنی اولین بار این چرخه. چرخ منظورتون کالسکه و نمی‌دونم عرابه و ایناست؟ چرخ خیاطی مثلا؟ کلاً چرخ. چرخه در واقع، چرخی که بتونه یک چیزی را از یک جای دیگه ببره، چون مبنا این بود دیگه ظاهراً. تو حالا نمی‌دونم تو کالسکه اومد یا چی اومد، ولی اون چرخه خیلی مهم. احتمالاً همون چیزی که شما میفهمید برای جابجا کردن مثلا چیزی ازش استفاده شده قبل از اینکه. بله بله بله. سیر عرابه احتمالاً. چه چیز عجیبی. یعنی دوستش زمانی که چرخ اختراع میشه میخواستن تستش کنن برای اولین بار، اون قیچی رو میزدن. نه قیچی اول اومده یا چرخ، ولی دست با دست یا قیچی پارش کردن. بسیار خوب، جالب بود. ما در تخیل شما میخواییم به شما این فرصت رو بدیم که شما یک معاشرت شش نفره داشته باشید که یک نفر از اونها خود حضرت عالی هستین، پنج نفر رو میتونید در کنار خودتون داشته باشید از مشاهیر تاریخ بشریت یا انسانهایی که میشناسید از بدو تولد تا به امروز به غیر از خانواده درجه یک. بله. میتونید یک ساعت تا یک قرن با هم کیف کنید تا هر جا که دوست دارید. اون پنج نفر کیان؟ یکیش قطعاً چخوفه، چون آنتوان چخوف. آنتوان چخوف. هر کدومو که میخواید دلیلش رو به ما بگید ما خیلی دوست داریم که بشنویم. واقعا به نظر من بی نظیرترین نمایشنامه نویس کل همه دوره هاست. بله. واقعا من عاشقشم، یه این اندازه که تا حالا فکر میکنم همه کاراشو من کار کردم، حتی اینجوریه که دلم میخواد مجددن برگردم باز همون کارهای تکراری خودم را باز تولید. چند تا نمایشنامه چخوف رو اجرا کردی؟ پنج تا ازش. البته تو ایوانوف بازی کردم من. ایوانوف هم جزو کارهای مهم چخوفه. توش بازی کردم. کارهای کوهستانی اگه اشتباه نکنم. بله کوهستانی. بله بله. ولی بقیه کارها رو باغ آلبالو، مرغ دریایی، دایوانیا و سه خواهر رو خودم اجرا کردم. کارای کوچیک یه سری وودویل داره، کمدیای کوتاه مثلا خرس و خواستگاری و مزرعات دخانیات، اونا رو من اجرا کردم. یه مجموعه کارهایی که از چخوف، یه نویسنده امریکایی در واقع از قصه‌های چخوف اقتباس کرده بود، اونو اجرا کردم. تقریبا فکر میکنم کاری نمونده که به چخوف نپرداخته باشم. اینه که یکی از اون آدم ها حتما چخوفه. بسیار خوب، خیلی هم عالی. نفر دوم؟ نفر دوم تا چخوف نشسته الان با شما، منتظر بقیه بیا. بله منتظر بقیه. فقط مزرعات دخانیات هیچی نمیکشه اینش. بله. اون چرا؟ برعکسش بوده تا اونم. بله 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 بله. چون کمدیه واقعا. بله بله متوجه هم از اسمش پیداست. و نفر دوم فکر میکنم همینگوی باشه. ارنست همینگوی. بله داستان نویس. بله. رمان نویس. همینگوی بوده که
اواخر عمرش همه جا میرفته زندگی میکرده جای مختلفی تو سالای بیوگرافیش رو خیلی دقیقا مسلط نیستم. من یه چیزی فکر میکنم اینجوری بوده که مثلا دو سال میرفته جای مختلف زندگی میکرده. ولی کاراکتر خیلی عجیبی بوده، ولی قصه هاش هنوزم که هنوز آدم به کسی که هیچ قصه ای ازش نخونده باشه بدین این قصه رو بخونه میگه که فهم کنه واقعا الان نوشته شده. اینقدر این آدم تو دوره خودش عجیب و مدرن و پیر مرد و دریا از چیزهای معروفشه. ولی مثلا من اتفاقا قصه های کوتاهش رو خیلی خیلی دوست دارم. این نفر دومم اینه، یه آدم خوشگذرون به اسم ارنست همینگوی. نیازه برای این جمع. خیلی خوب. نفر بعدی، چون موسیقی رو خیلی دوست دارم، الان مثلا از اون لحظه ها بود که میگفتین که میشه زمان رو نگه داشت، میگفتم ای کاش زمان رو نگه داریم، این بچه هایی که داشتن موسیقی اجرا میکردن اونا ادامه میدادن تا اینکه من صحبت بکنم. عزیزم نه، هر کدوم جای خود جذاب. ولی چون موسیقی دوست دارم، مخصوصا جاز خیلی دوست دارم، یه نفر از اونا مجبورم انتخاب بکنم. مایلز سیویس برای کسایی که مثلا موسیقی میشناسن، چون واقعا اتفاقات عجیبی رو تو همین جاز تحولات خیلی زیادی داشته، حال اون رو خیلی دوست دارم. جاز موسیقی هستش که نیازی به تمرکزم نداره، یعنی هر وقت حتی توی مهمونی شلوغم که باشین واقعا میتونه آمبیانستون رو پر بکنه، تو صبحتونم میتونه بسازه، شبتونم میتونه بسازه. اینه که مثلا تنها چیزیه که واقعا درجه یکه، یعنی هیچ اذیتی نمیکنه. درست. اینه که برای اون جمعم خوب هست. آره که ترومپتم میزده، ترومپتش میزنه و نفر بعدی نقاشا رو دوست دارم، ولی این آدم رو خیلی دوست دارم، ادوارد هاپر. بله. که اونم جزو کسایی هستش که واقعا دلم میخواد تو اون جمع باشه. من دلیلش رو تا یه حدی میدونم، با شناختی که خیلی شناخت کمی ازش دارم، ولی با شناخت مختصری که ازش دارم، به خصوصیات اخلاقی شما که تنهایی دوست دارید و اونم خیلی از طرحهایی که زده بیشتر در مورد تنهایی انسان بوده. بله، درباره تنهایی انسان در خودش. بله. اتفاقا مثلا این سری داشتم، فقط اون میاد اونجا میخواد چیز نکنه، خراب نکنه. نه، خراب نمی کنه، بزنه به برق. نه، در مورد تنهایی صحبت بزنه به برق، یه گوشه بشین، معاشرتی هست. خوبه. اتفاقا مثلا جالبه، پدر رو داشتم میدیدم. بله، منم اتفاقا هم هفته پیش دیدم، خیلی با نمکه که مثلا تصاویر در واقع هاپر رو میدیدی تو صحنه هایی. آها، نقاشی ها چه جالب، اونایی که تو دکور بوده. این آدم فکر میکنه که مثلا تابلو، یه مثلا جایی که دخترش نشسته، این میاد میره تو اون اتاق میشینه که نمیدونم تلویزیون نگاه بکنه، چیکار بکنه، این تو اون اتاق، اون تو اون اتاق نگاه میکنی، واقعا فکر میکنی که مثلا یه تابلوی از هاپر. این که تابلوهاش خیلی جذابه، یعنی حس میکنید قابایی که زلر بسته برگرفته بسته. بله، انگار مثلا کارگردان این کار توافق کرده با فیلم مردار که سعی بکن نقاشی های هاپر رو ببینی. حتما. من چون تازه دیدم خیلی برام الان عجیب بود. اصلا خیلی قشنگه، واقعا زیباست. بله. به نظرم. بله. مثلا این آدم چند نفر شدن؟ فکر کنم 4 تا، یکی دیگه باید بگین، درسته؟ 4 تا شدن هاپر. بله، چخوف همینگوی بود و همینگوی، مایلز سیویس بود و هاپر بود. آها، یه معماریم که خیلی دوستش دارم، مخصوصا یه اثر خیلی درجه یکی داره، چون الان مثلا من بگم که بخوام ویلا بسازم به آرشیتکت دلم میخواد بگم که آقا اینو لطفا مثل این بساز، که اونم فرانک رایته. جالبه که این 4 تا نمیدونم چرا امریکایی انتخاب کرد، مرگ بر امریکا. 4 نفر رفقا، یه نفر روسن، حالا بشینن در مورد چی میخوان صحبت بکنن، دعوا نشه. سر نفت ما. بله بله. برای شما سخت انتخاب کنید بهترین تئاتری که بازی کردید. نمیخوام اینقدر اذیتتون کنم، ولی اگر میخواید بهترین تئاتر یا بهترین یا و بهترین فیلمی که بازی کردین
یا سریالی که بازی کردین تو مسیر پیشرفتتون تأثیر گذاشته، حال خودتون خوب بوده؟ اگه بخواین انتخاب کن. میدونم کار سختیه، طبیعتا آدم اکثر کاراشو دوست داره و بهش افتخار میکنه. من خوک رو دوست داشتم. چی رو فرمودین؟ خوک. بله بله خوک. بله. که با مانی حقیقی در واقع کارگردانش بود، خاطر اینکه فضا خیلی ایدال بود برام، یعنی معاشرت با مانی، این حال و هواهاش، به نظرم اون کار برام خیلی خوب بود. بسیار ایده درخشانی داشت و آقای حقیقی هم بسیار خوب اجراش کرده بودن. شاید من به عنوان یه بیننده دوست داشتم پایان دیگه ای داشت، ولی واقعا لذت بخش بود دیدنش. واقعا و همونطور که میگید آقای حقیقی هم رگ خوابی دارن اگر به دست بیاری، خیلی کیف میکنی باهاشون. آره. تو تئاتر سخته براتون؟ نه تو تئاتر نمیدونم، من خودم ایوانوفی که برای امیر کوهستانی بازی کردم رو خیلی دوست دارم، چون شروع اون جنس حال و هوایی بود که من بعداً خیلی ادامه دادم تو تئاتر. در واقع تصوری که دارم از بازیگری اونجا به نمایش گذاشتم که بعداً هم در واقع اینو اعمال کردم تو کارام. اینه که از این منظر اونو خیلی دوست دارم، ایوانوف رو. و شما با دکتر رفیعی هم کار کردین؟ بله بله خیلی. بله. من چون از به اصطلاح شاگردای اول دکتر رفیعی هستم، یعنی بعد انقلاب وقتی اومدن، من 10 سال باهاش کار کردم، خاطرات خیلی درخشان. این آدم خیلی رو من تأثیر گذاشت. بله. به شدت، چون واقعا اگه 2 نفر من میخوام اسم ببرم آدم تأثیر گذاشت، یه نفر آقای رفیعیه. 10 سال کار کردم. ما زودتر دادی. بله. دوران یادمه که دانشگاهم رو تازه داشتم تموم میکردم، آشنا شدم با آقای رفیعی و تو اون 10 سال خیلی فیلم پیشنهاد شد، خیلی تئاتر پیشنهاد شد. من با هیچ کی کار نکردم. در واقع دورانی بود که آدم ها دنبال فرصت هستن بقاپن. بله. این فرصت ها رو من همه اون فرصت ها رو با افتخار سوزوندم، یعنی نف چون تو دانشکده سینما تئاتر هم چیز بودم، درس میخوندم. بله. همه ی بزرگایی که الان تو سینما بعد انقلاب خوندن در واقع اونجا خوندن بودن. پیشنهاداتی به من میشد ولی واقعا من هیچ کدوم اینا رو نپذیرفتم، هیچ تئاتر دیگه ای رو بازی نکردم. تو اون 10 سال 5 تا کار با آقای رفیعی کار کردم، افتخار میکنم به اون 5 تا کار. بله. در واقع 2 سال، تو 2 سال 1 دونه کار. شاید حتی ورشکست داشتم، ورشکست که البته چیزی نداشتم تو اون موقع، دانشجو بودم، ولی میتونستم پول در بیارم. حتی اون کارم نکردم، با افتخارم نکردم و به نظر من اون سالها سالهایی بود که منو ساخت. تو اون 10 سال فقط فوکوسم رو آقای رفیعی بود و کاراش. همین چیزی که من عرض کردم که آدم جایی که وای میسته باید فکر کنه که تا اینجایی که اومده راضیه و یکی از دلایل رضایت شما همینی بود که 10 سالش رو برای ما الان به سرعت توضیح دادید. برای آقای دکتر رفیعی از طرف خودم و همه عوامل پیشگو آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که همیشه سایهشون بالا سر تئاتر کشورمون باشه و بیشتر کار کنم. چه عالی که یاد کردیم از آقای دکتر رفیعی عزیز. ما در بخش گذشته با شما کیف کردیم و راجع به گذشته حرف زدیم. برای من که طرفدار تئاتر بودم از سالهای جوانی، معاشرت با شما و حرف زدن اصلا خسته کننده نیست و دوستم ساعت و پای صحبت های شما بنشینم، ولی دریغا که وقت ما اندکه و برنامه وقت مشخصی داره. میخوام از شما خواهش کنم که به رویاها و آرزوهاتون فکر کنید، در بخش بعدی برنامه با ما به اشتراک بگذارید. پیش از اون ما یک بخشی رو میبینیم، در بخش بعدی با جناب آقای حسن مرجونی راجع به آینده حرف میزنیم. به افتخار خودتون. مرسی. بفرمایید. Bye.
بعضی کتاب ها هستن که فقط برای خوندنن، اما بعضی از مطالبم هستن که برای به یاد سپردنه. بعضی از آدم ها هم هستن که برای به یاد سپردنن. هستن صفحه هایی از تاریخ که باد نمیتونه اونا رو با خودش ببره، هرچقدرم که شدید باشه. میبینم روزی رو که توش همه اسامی حاضرن، همه اونایی که باید باشن هستن و هیچ کس حذف نمیشه، چون به نفعمونه که نشه. بزرگی بعضی از اسما رو ما فراموش میکنیم، ولی تاریخ فراموش نمیکن. خیلی خوش آمدید آقای مجنی و دوستان عزیز و کسانی که ما رو میبینن. همینطور که میبینید در بخش آینده ما دکورمون هم تغییر میدیم، جامون رو عوض میکنیم و اینجا در کنار میهمانمون راجب آرزوها و رویاهاشون باشون حرف میزنیم و یه بازی با مزه باشون انجام میدیم که زمان که بگذره متوجه میشید. آقای مجنی عزیز، آرزو یا رویایی هست که بهش نرسیده باشی، چه در حیطه کاری، چه در زندگی شخصی، چه آرزویی که برای کشور دارید یا برای جهان دارید، هر چیزی که هست میتونید به ترتیب به نوبت برای ما تعریف کنید؟ والا ما پر از آرزو هستیم. بله. مخصوصا ماها. من خیلی دلم میخواد عدالت اجتماعی، اینکه شهروندامون رو اینجوری آدمای شهروند درجه یک، درجه دو، نمیدونم درجه سه داشته باشیم، به نظر من این باید حذف شه. یه آرزومه، دلم میخواد این اتفاق بیفته، قطعا میفته. یعنی اختلاف طبقاتی رو از بین ببرن؟ اختلاف طبقاتی، این که الان داستانمون اختلاف خیلی طبقاتی نیست، داستان این هستش که یه سری آدم ها توی محدوده ای هستن و یه سری آدم ها نیستن. اصلا توی برج زندگی نمی کنیم که طبقاتمون فرق کنه. واقعا نیستیم ما. یه سری همون اصلا به حساب نمی آییم. مثلا چرا الان باید یه ایرانی که وقتی تو ثروتمندترین نقطه دنیا داره زندگی میکنه لنگ این باشه که واکسنش نمیدونم چی شد، لنگ این باشه که پول بده برای این که تست بگیره؟ آخه چرا باید این اتفاق بیفته؟ ما ثروتمندترین، جزو ثروتمندترین کشورهای جهانیم، رو نفتیم. و حالا مثلا نمیدونم، من 20 بار تست گرفتم خودم، از 600 تومانی تست 600 تومانی، الان هم نمیدونم دیگه 300 و دیگه، این الانی ها معلوم نیست تست چی از توش در میاد. حالا بگیریم که من دارم، ولی همه میدونیم بالای 70% مردم ما ندارن. بله. چرا این اتفاق باید بیفته؟ بله. و آرزوی کاری هم دارید؟ آرزوی کاری، آره، من اگه بتونم یه سالونی داشته باشم که متعلق به خودم باشه، که بتونم گروه هم رو اونجا جا بدم، مدام هی کار بکنیم، بدون دغدغه کار بکنیم، لنگ این نباشیم که الان چه اتفاقی داره میفته، این برای من آرزوی کاریمه. آقای مجنی، اگر بخواید امروز این فرصت رو داشته باشید به عنوان تنها آدم روی کره زمین به 200 سال آینده برید و شما تنها آدمی هستید که این فرصت رو پیدا میکنید و فقط اجازه دارید یک چیز یا یک کس رو با خودتون ببرید، اون چیز یا کس کیه یا چیه؟ میتونید هم نبرید، ولی میگن حد اکثر چیزی که میتونی با خودت بیاری یک چیزه یا یک کسه. وای چقدر سخته.
آره. چون جواب خیلی از سوالای زندگی آدمه. چی رو انقدر بهش وابسته ای که دوست داری در آینده هم کنارت باشه؟ خیلی سخته واقعا، نمیتونم. بسیار خوب. میتونی چیزی نبرید؟ مثلا یکی از دوستان ما میگفت من موبایل میبرم، گفتم اونجا باید بری عتیقه فروشی بفروشیش، به درد نمیخوره دیگه اون موقع. ولی خب مثلا کتابی، فیلمی، قاب عکسی، فکر میکنم اینا انتخابای نسبتا موجه تری باشه برای آینده. چیزی که یادم، چیزی که بهش فکر کرده باشید الان نداره، حالا هر وقت اگر تو ادامه برنامه یادتون افتاد به من بگید. فکر میکنید وقتی اونجا برسید مردم 200 سال آینده چه قضاوتی راجع به ما میکنن؟ اگر بخوان بفهمن شما از این تاریخ اومدید و بخوان راجع به این تاریخ با شما صحبت کنن، چه قضاوتی راجع به ما میکنن؟ یا چی رو سرزنش میکنن؟ چی رو از شما تشکر میکنن بابتش؟ من فکر میکنم با این روالی که داریم میریم جلو این اتفاق نمیفته. یعنی این قضاوت ها کنار رفته، سرزنش ها کنار رفته. شاید حتی ما الان ممکنه یه آدمی از گذشته بیاد یه جورایی بخوایم با تحقیر نگاه بکنیم بهش، این از گذشته، ولی آینده با این مکالماتی که ما تو زندگی داریم، با این معرفتی که داریم پیدا میکنیم، به نظر من این چیزها نخواهد بود. شاید براشون جالب باشه که یه آدمی از گذشته داره میاد، شاید یه نگاه خیلی بالا قطعا نخواهند داشت. به نظر من این شعور، این تأخیری که الان داریم میگیم، سرزنش و منظور عرض من اینه که مثلا ما کاری در این، نه شخص شما، در این دورانی که داریم زندگی میکنیم همه ما کاری کرده باشیم که اونا اون کار رو سرزنش کنن، یا کاری کرده باشیم هممون که بابت اون کار از ما تشکر کنن. میتونم نباشه، میتونم باشه، منظور عرض من اینه. من فکر میکنم اگه انصاف داشته باشن آدمای ما، اون آیندگان، یه ذره باید از ما تشکر بکنن. همین که زنده ایم از همون تشکر. همین که زنده ایم واقعا. همین که زنده ایم باید تشکر کنن. مدال باید بدن بهم. واقعا واقعا دیگه این کرونا تیر آخر بود. امیدوارم که تیر آخر باشه. همیشه تو این سالا من خودم اون سال گذشته که گذشت، سال 99، خیلی سال عجیبی بود. مخصوصا سه ماه آخرش رگباری اتفاقات تلخ برامون افتاد. واقعا روزهای تلخی بود. و من پیش خودم میگفتم اصلا دیگه بدتر از این نمیشه. ولی شد. دیگه جرأت نمیکنم بگم بدتر از این نمیشه. چون کرونا اومد که بدبین‌ترین آدم جهانم نمیتونه تصورش کنه. ما نتونیم همدیگه رو بغل کنیم، نتونیم به هم دست بدیم، نتونیم با هم معاشرت کنیم، اصلا میترسیم. آدم میبینیم فاصلمون رو زیاد میکنیم. خیلی ترسناکه. تصویرش از دور ترسناکتر هم هست. بسیار خوب. برای داشتن یک جهان ایدئالتر، یک جهان آرمانی، یک دهکده جهانی دوست داشتنی که مردم راحتتر و آزادتر و بهتر زندگی کنن، به شما فرصت میدن یک قانون وضع کنید. اون قانون چیه؟ آموزش به نظر من خیلی مهمه. خیلی ستم شده تو سیستم آموزشی ما به خاطر اینکه تلاش شده همه یک دست بشن. این به نظر من خودش عین قتل عامه. به نظر من توی آینده من باشم این قانون رو وضع میکنم، هر آدمی بر مبنای توانایی های شخصیش باید آموزش داده بشه بهش، و بر مبنای همین ویژگی هاش هم قضاوت بشه. یعنی خودش، فقط خودش. بسیار. یعنی در سیستم آموزش و پرورش هم منظورتون هست، یعنی اینکه اگر یک بچه دوست داره ورزشکار بشه، تو اون حیطه ورزش آموزش ببینه. ببین یکی شیمی دوست داره، قصه ما از داستان من شروع شد. آخه چه چیزیه این مردود شدن؟ حتی این که من توی لیسانس هم نمرم خیلی پایین بود، هیچ چیزی رو برای ما دعوا نمی کنه. ایش راه حل نیست، هیچی هم نیست. فقط یه نمره است. فقط یک نمره است. در حالی که من از همون دانشکده شاید جزو آدمایی بودم که پایین ترین نمره اون دانشکده رو
گرفتم، ولی خودم 4 سال بعد تو اون دانشکده درس دادم. چقدر خوب. مجده به دانشجوهایی که نمره بالا نمیگیرم. اینه که واقعا اینجور چیزها اصلا به نظر من واقعا ملاک نیست. من الان فکر کنم وقتی این جمله آقای معجونی پخش میشه در زمان پخشش، همه بچه هایی که دانشجویان یا محصل هم مامان بابا هاشون صدا میکنن بادو بیا بادو بیا گوش کن ببین چی گفت. حالا ما اینجا 100 بار بشینیم بگیم پسرم درس بخون، دخترم درس بخون، سری تلفن رو میوت، تلویزیون رو میوت میکنه. چه خبر مامان؟ چی شد؟ خاله اینا چطور بودن؟ نه ببین، آدما برای اون چیزی که دلشون میخواد همه کار میکنن، برای کسی که دلش میخواد یک چیزی رو به دست بیاره. حالا اگه اون چیز پشت یک کتابخونه با 20 میلیون کتاب باشه، کسی که دلش بخواد بره و برسه این 20 میلیون رو میخونه. اگه نخواد نمیخونه. آفرین. یا اون چیزی رو میخونه که جواب سوالش رو از توش پیدا شد. دقیقاً جواب سوالش رو. چقدر جمله جالبی گفتید. واقعاً درسته. یعنی ما اگر 20 میلیون جلد کتاب داشته باشیم، صرفاً مهم نیست همه اونو خونده باشیم که آدم فریخته و دانایی باشیم، صرفاً مهم جواب سوالهایی رو که داریم دنبالش بریم و پیدا کنیم. میتونه تو 10 تا از اون کتاب باشه. بله بله. و این بسیار درسته. من یه مدرسه رو در تهران دیدم که مدرکم نمیدادن. نمیدونم اسم اون آدمایی که بچه هاشون اونجا درس میخونه بگم نگم، چون اصلا نمیدونم هنوز هست یا نه. بچه ها بر اساس علایقشون تحصیل میکردن و دیپلم هم بهشون نمیدادن، یعنی مدرکی بهشون نمیدادن، ولی پدر مادرها قبول کرده بودن. خیلی از آدمهای بزرگ ما درس سینما و هنر بچه هاشون اونجا درس میخونن، نوه هاشون اونجا درس میخونن. و من یه روز رفتم اونجا و هر از گاهی یه آدمی رو دعوت میکنن که بچه ها باهاش معاشرت کنن و ازش سوال کنن، و من واقعا فکر میکنم تو دانشکده کلمبیام، دانشگاه کلمبیام، و منو گوشه بودن گوشه دیوار یه سری سوال میکنن بچه های انقدی که من اصلا از دادن جواب واقعا عاجز بودم. و هر کی هرچی دوست داشت. بچه علاقه به شیمی داشت شیمی میخوند، بچه علاقه به ریاضی داشت ریاضی میخوند، بچه علاقه به فیزیک داشت، به ورزش داشت، به اجتماعی داشت، هرچی که داشت صرفا در اون باره تحصیل میکرد. خیلی برای من جالب بود. خیلی قطعا به سرعت آموزش پرورش ما نمیتونه به اونجا برسه، ولی امیدوارم به این سمت بریم. خود ماها الان به عنوان آدمهایی که داریم زندگی میکنیم، همه دوستانی که هستن، همه عزیزانی که منو میبینن، کسایی که هم نسل من و شما، یه درسی واقعا به چه درد ما خوردن، واقعا به چه درد خوردن. یه زم ساعت مدرسه رو دیر کنم. خیلی زود بود، هفته صبح خیلی زود بود. من یادم وقتی بیدار می شدم، پدر مادرم هم معلم بودن، همه با هم بیدار می شدیم، من و برادرم و پدر مادرم، اون موقع خواهرم هنوز مدرسه نمی رفت، و یک برنامه رادیو پخش کرد به نام تقویم تاریخ، و این موزیک اینو هر وقت من میشتم استرس میگیرم که باید برم مدرسه. یه زم دیرتر ببریم بچه‌ها رو. بسیار خوب، میرسیم به بخشی که با شما هم بازی میکنیم، هم شوخی میکنیم، هم با تقدیر شوخی میکنیم، هم به فکر فرو میریم که همه ماها در سالهای آینده زندگیمون احتمال داره اتفاقات غیر قابل پیشبینی برامون به وجود بیاد و جلوی پامون قرار بگیره. آدمهای موفق میشن در زندگیشون که بتونن با تمامی اتفاقات کنار بیان و از اون عبور کنن، چه سختی ها چه شادی ها. عدالت چیزی نیست که بتونیم درکش کنیم. بارها تو برنامه گفتیم عدالت یک معادله ریاضی نیست که بگیم دو تا چهار تا و بفهمیم. عدالت طبیعت منظورمه. بسیار ناشناخته است. همه ما آدمهایی رو کنارمون میشناسیم جناب مجونی که اتفاقاتی براش افتاده، چه خوب چه بد، که ما احساس کردیم این لایقش نبوده و میتونست اتفاق کمتری یا بیشتری براش بیفته، ولی عدالت زبان ما رو گوش نمیده، به حرف ما گوش نمیده و کار خودش رو میکنه. به این ترتیب ما از جناب آقای معجونی پرسیدیم که 10 سال گذشته زندگیشون رو راضی هستن یا خیر، و از گذشتهشون راضی هستن یا خیر. حالا میخوایم 10 سال به آینده بریم با جناب آقای معجونی. به این ترتیب ما اینجا 30 عدد داریم آقای معجونی، دوستان عزیز،
پشت هر کدوم از این 30 عدد یک تقدیر و سرنوشتی برای شماست. شما به صورت اتفاقی 10 عدد رو انتخاب میکنید. هر عددی که انتخاب میکنید باز میشه. شما میتونید از سال 1400 تا 1410 تو هر سالی که دوست دارید اون عدد رو قرار بدید. تمام اتفاقاتی که انتخاب میکنید اتفاقی است. اما کاری که شما از دستتون برمیاد اینه که تدوین 10 سال آینده زندگیتون با خودتونه. تهش هم میتونید همه رو جابجا کنید. بله. یعنی تا هر وقت که بخواید میتونید اینها رو جابجا کنید. آماده هستین؟ بله بله. مرسی. عدد اول جناب آقای مجنونی. چون شانسم 13. عدد 13. عدد 13. چرا آخه؟ نه، 13 منو گرفت. دور از اون. من یه چیزی اینجا بگم، بارها تو همه برنامه گفتم، خدمت آقای مجنونی هم بگم. این صرفاً یک شوخی و صرفاً یک یادآوری برای هممونه. من به عنوان مجری و همه عوامل پیشگو آرزوی قلبیمون برای تمام میهمانانمون و کسانی که ما رو میبینن و حضاری که اینجا هستن اینه که تمامی اتفاقات خوبی که روی این دیوار باز میشه براشون بیفته و همه اتفاقات بدی که اینجا باز میشه ازشون دور باشه. ما فقط سربلندی میهمان رو میخوایم. خیلی ممنونم. عدد آها، این رو کجا میذارید؟ کدوم سال؟ اینو میذارم تو انتها. مطمئنم عوضش میکنید بازی که چراغ گردن بازی دارم. بسیار خوب. جناب آقای مجنونی 1410 توی تئاتر ممنوع کار میشن، دور از جونشون. عدد بعدی 7. عدد 7. خوب شد. بسیار خوب. دستی دارین دو تومن به من بدید؟ بله. خیلی خب، این رو کجا میذارید؟ من برای این گفتم عوض میکنید. من میگم تئاتر ممنوع کار میشین. بله. بیکار شدین دیگه، بریم بگردیم سفر. خدا بد نیست ایده. ولی اینو میذارم اول. بله. عدد سوم 11. بله، عدد من عدد 11. رو سفید شم. به به. شما یک بار کن رفتید یا برلین با خوک؟ برلین رفتم. برلین رفتید. بله. البته کنم رفتم ها. با خوک؟ کن سلوغون. منم رد شدم. خیلی هم عالی. کن میگیرن آقای مجنونی، چرا که نه؟ خب بذارین که قبل اینکه ممنوع الکار بشم کیف دنیا رو بکنم. میذاریم نو هزار چا... به خدا حسودی کردن، گفتن این تا گنده نشده ممنوع کارش کنیم. بسیار خب، 1409 کن. انتخاب چهار روم 20. عدد 20. هیچی اصلا. شکوفا دارن میشن آقای مجنونی. اولی بار اینقدر خوب پشت هم من دیدم. من میگم ادامه ندید. هزار و ثروت زیاد به نظرم باید هر که پولا تموم میشه و پولا چون تموم میشه میاریم اونجا. 1402. بسیار خوب. من به نظرم اونجا هم که دیگه با این همه اشغال اونجا که ممنوع کار شویم بگی ممنوع کار نشوام خودم دیگه خودم نخواستم. من میگم چیزه ها، اولش وقتی بد میاد پشت سرش همه چی خوب میشه. یا بلک الان اولی بد بود، اولی ممنوع ممنوع کاری بود، خبر بد من ندیدم. همش خوب بیاد 60 به 40 50 70 به 30 هم دیدم، ولی شانس شما 24. 24 سوک. آخه خدا نکنه. داد بیداد. اینه که من عرض میکنم آدم باید با همه چیز زندگی بتونه کنار بیاد. من چون این رو تجربه کردم و واقعا فکر میکردم وقتی اتفاق بیفته دیگه بعدش نمیتونم زندگی
به زندگیم ادامه بدم، ولی زندگی جاریه و جریان داره و چاره‌ای جز ادامه دادن نداری. برای همین ما آرزو میکنیم که این اتفاق خیلی دیر برای آقای مجنونی بیفته در هر اندازه‌ای و براشون بهترینا رو آرزو میکنیم و این فقط صرفاً شوخیه. الان اینو میذاریم بعد جا به جا میکنیم دیگه، میتونیم بعدم دوباره جا به جا کنیم. بله میذاریم. 8 عدد بعدی 12 عدد 12 نمیشه اینو زیود بزنیم که اصلا شدنی نباشه. نمیرسیم. من اتفاقا اول برنامه با آقای مجنونی گفتم خیلی لاغر شدیم، قبول داریم؟ به نظر من خیلی خیلی، من فکر میکنم پول زیاد به دست آوردین، خیلی خوردین، نباید انقدر یهو ول میکردین. من فکر میکنم اون برام غم انگیزتر از این استش که سود رو تجربه میکنم. میذاریم همونجا 407. دو تا اتفاق بعد. بله اون خیلی بهتر. میخوایم همه رو پکیج کنیم بیاد و بره. عدد بعدی 15 عدد 15 خب من یه توضیح راجع به این بگم به شما، شاید شما ندونید. آقای مجنونی این بدترین چیزیه که براش باز شد، به خاطر اینکه من این توضیح رو بدم، ما بلوش 200 تا تقدیر داریم که 30 تاش رو با توجه به خصوصیات اخلاقی و حرفه میهمانمون انتخاب میکنیم. آقای مجنونی به شدت از جمع فرارین، خیلی دوست دارن که در جاهای خلوتی زندگی کنن، برای همین این شیطنت بچه‌ها بوده که در این سیتا قرار دادن و از شانس ایشون هم باز شده، به شلوغ‌ترین شهر دنیا تبعید میشن، مطمئنم عذاب‌آورترین چیزه براشون. فکر کنم قبل اون باشه لج میکنین هی میخورین. هی میخورم. بله فکر میکنم. 1406 بسیار خوب. عدد بعدی 3 عدد آخر جناب آقای مجنونی 3 ای بابا دیگه زندگی همش پایین داره. البته اینو بگم این خیلی اذیتشون نمیکنه چون آقای مجنونی کم حرف میزنه. آره. ولی چی شد؟ چش زدم خودمو. تا دیگه فقط بدن. بدن. دور از جون شما، دور از جون شما. الهی من لال شم شما نشید. بابا خواهش میکنم. 5 1405 بسیار خوب. دو عدد میخواین از تماشاچی کمک بگیریم؟ بله. محسن‌ترین فرد سالن کیه فکر میکنید؟ شما؟ حالا حدسی خانوما که اصلا دست بارن کی؟ اصلا محسن؟ خانوم محسن من یه داریم نه الان بگیم جوانترین خانوم کیه؟ آقا ما ببخشید. شما عزیز دلم، تاج سر ما به عنوان بزرگترین آدم سالن، برای ما یک عدد انتخاب کنید. 3 عدد 3 هیچی. این هم آخواد از آقای مجنونی بدونید، چون به شدت حیوان خونگی دوست دارن و وابستن به حیوان خونگی. این هم اتفاق بعد. بچه چرا این کارو میکنید؟ حالا شاید پیدا شد. بله 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 شاید پیدا شد. میذاریم 3 نکنم اصلا پوله باعث شده اصلا دیگه توجهی بهش نداشتی. فکر کنم. عدد پایانی 17 عدد 17 ای جانم به به یه بازیگر خوبه دیگه اضافه شد. آخه قبل از اینکه بریم تدوینش کنیم، اون که طبیعتا میره 1404 بعد میتونیم تدوینش بله. کنیم. دوست داریم پسر باشه یا دختر؟ من متاسفانه بچه دوست ندارم. اینم رفت جز بعد. من ترجیح میدم که یه دختری آداپت بکنم. آه به سرپرستی قبول. به سرپرستی قبول بکنم. فکر کنم خودم هم اضافی هم. دور از جون نفر بود. شما نبودی ما چجوری کیف میکردیم از دیدن شما تو صحنه تئاتر. آره ولی
هیچ وقت تو زندگیم تو برنامه‌م نبود. این شاید مثلا همون دختر چیز قبول بکنم. ای جانم ولی عزیزم میتونین آره اینو میتونین با تعمیمش بدیم به همین. آیا اگر یک بچه نوزادی بیارید که اسمی داشته باشه از قبل اسمشو تغییر میدین؟ اسمشو تغییر آخه من معمولا اینقدر اسم میذارم تو خونه به همه چیز، یعنی دنیا رو باید یه از نو بسازم. اینا که طبیعی زیاد اهمیتی نداره اسم خودش باشه، نهایتا همون اتفاق میفته چون همه چیزایی که دور و برم هستن با من یه اسم تازه میگیرن. دوست دارین بگین اسم چی صداش میکنین تو خونه؟ بهش فکر کردین؟ به بچه به دختری که آداپت کنین یا حالا برای خودتون باشه؟ نفس صداش میزنم عزیزم. ای وای نفس مجنونی چقدر خوشگل. بسیار خب، فرصت دارید جناب مجنونی زندگی 10 سال آیندهتون با اتفاقاتی که دیدیم تدوین کنید. فکر میکنم بدترین چیز 50 کیلو اضافه وزنه. خب. بذاریم آخر از همه، بره آخر دیگه. آره چون دیگه بعد اون اصلا تکون نمیخورم. بسیار خب، پس بله بله و این اولین فرزندت به دنیا میاد میاریم اول. اولین فرزند به دنیا میاد 1401. بله کار خوبه، ثروت زیاد به دست میارید، حیوان خونگیه میره، خیلی غم انگیزه براتون. همسر میگه بیا با هم بریم یه سفر، از دلت در بیاد، از ذهنت بره. بله بله سفر. بله تا اینجاش درست. اینم دور از جونتون اگه قدرت بیان از دست بدین، باز تصمیم میگیریم برین یه جای شلوغ که بتونین با آدما بیشتر حرف بزنین، تکلم دوباره مجددن. بله دوباره برگرده. درسته. اونا هم که منتظر این بودن که شما رو ممنوع کار کنم، میگن آقا این که دیگه بیانش هم از دست داده، این قبلا هم یه سری حرف زده بود، اینو ممنوع کارش کنی. فکر کنم قبل این که ممنوع کار بشم من همه اتفاقات بد رو میذارم کنار هم دیگه. یعنی کم بیاد 1607. بله من اصلا میخواستم بگم قبل از اینکه سوگ باشه کن باشه که کم همه باشه. ببینن. بله 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 که بعدش دیگه وقتی 50 کیلو میاد دیگه زندگی ارزش نداره. پس الان درست شد، بذار همه یه چیزا درست بشه و سوگ توی تاعت ممنون کار میشون دیگه. 50 کیلو فکر میکنم که اون قبل این که حتی کن و با ثروت زیاد جا به جا میکنیم. بله کن با ثروت، بذارین انقدر ثروت زیاد باشه که نه سوگر رو بفهمم، نه ممنوع کاریر رو بفهمم، نه بچه کن بیاد 1402 ثروت زیاد، ثروت زیاد. بله 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 باحال شد جناب آقای مجنونی. سال 1401 اولین فرزندشون به دنیا میاد، سال 1402 جایزه کن رو میگیرن به امید خدا، سال 1403 متاسفانه حیوان خانگیشون فرار میکنه. سال 1404 با همسرشون به دور دنیا سفر میکنن، سال 1405 دور از جونشون خطای پزشکی قدرت بیانشون رو میگیره، سال 1406 لج میکنن میرن شلوغ‌ترین شهر دنیا برای اینکه حرف بزنن تکلم برگرده، سال 1407 ثروت زیاد به دست میارن، سال 1408 دور از جونشون سوگ رو تجربه میکنن، سال 1409 ممنوع کار میشن و سال 1410 میگن بی خیال همه چی
میخورن دیگه، تئاتر هم که کار نمیکنن. 50 کیلو اضافه وزن پیدا میکنن. بله اون ثروت میشوره این ستا رو میبره. اصلا یه عمل کارش. 50 کیلو چه 500 کیلو هم در میاد. بشه مهم نیست. خیلی ممنونم که اجازه دادید ما با شما شوخی کنیم. خیلی من خیلی در این زمینه در با شما استرس داشتم، ولی جز جذاب تریناش بود. یه دست به افتخار آقای مجنونی بزنید. متشکرم. از ته ته قلبم امیدوارم فقط اتفاقات خوب براتون بیفته. چند ببرید ما کیف کنیم. در بخش پایانی آینده ما شما رو در موقعیتی قرار میدیم کمی عجیب، برای من هیجان انگیز. تمام چیزهایی که در حال حاضر برای بشریت وجود داره به عنوان معرفی، به عنوان دستاورد، مثل فیلم، مثل موسیقی، مثل خط، مثل نقاشی، همه چیز از بین رفته و تنها چیزی که برای مردم 200 سال آینده مونده یک صداست. اون صدا متعلق به شماست. صدایی از جناب آقای حسن معجونی برای آدمهایی که 200 سال دیگه زندگی میکنن، قراره در یک زمان مشخص روی کره زمین پخش بشه و اونا بشنون. میتونید ما رو توصیف کنید، میتونید هر توصیه‌ای بهشون دارید بکنید. ما به شما زمان میدیم که فکر کنید. آیندگان، ما زمانی که داشتیم زندگی میکردیم یه ماهی بود توی رودخونه‌ای که زمانی که آب رودخونه خشک میشد این ماهیه نمیمرد. بعد میومدن آدمها، بعضی وقتا خشتهایی رو از این گلولای کف رودخونه میساختن، این خشتها رو برمیداشتن تو خونه هاشون، وقتی میخواستن خونه بسازن از این خشتها استفاده میکردن. این ماهیه تون وسط لای اون گلا هست، زنده هم هست، وای میسته تا زمانی که بارون بیاد. موقعی که بارون بیاد ممکنه این توی اون خشت توی دیوار باشه. بارون که بهش میخوره آروم آروم این ماهیه، چون خودش رو توی حبابی محصور داره میکنه، اونجا زنده میمونه. آب بهش میخوره، از لای دیوار میخزه، برمیگرده مجدداً تو اون رودخونه داره زندگی میکنه. ما همون ماهیه بودیم تو دوره‌ای که داشتیم زندگی میکردیم، ولی هرچند اینجوری تو اون حباب زندگی کردیم، ولی زندگی رو ارج نهادیم. زندگی رو دوست داشته باشین، خیلی با ارزش. چیزی غیر از این هم از شما توقع نداشتم. انقدر تصویری برای ما توصیه‌تون به آیندگان رو بیان کردید که منقلب شدیم. بسیار عالی. حرفی نمیمونه، من حرفی ندارم بزنم بعد از این خاطره و بعد از این صدا. از شما خواهش میکنم به بخش پایانی برنامه ما بریم، بخشی که ما تندیس پیشگو رو پیشکش شما میکنیم بابت تشکر از حضورتون. خیلی ممنونم. بفرمایید. جون 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 تو
پارس ماهی زود 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 گدشی الان زنگ صدا لالایی و عشق ننم یادم میا میگیره تان تیفون غم زنگ صدا لالایی و عشق ننم یادم میا میگیره تان تیفون غم جون 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 عشقت نبینم جون 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 دی نازنینا جون 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 جمعم بمون لا 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 لایی بخون هوایی دریا خرابن ننم چیشش براهن وام امشون یان نم بختش سیاه دریا سوغات و ورده بلا ورده تا دم ساحل از آورده تو دل ساحل بوام و ورده زنا عروس و وردن ننم کشندن تا دم سائل تو هجله نشندن تو دل سائل گزله میخوندن ایوا ویلا مبارک باشه وا ویلا مبارک باشه نم نم بارون سلامت باشه وا ویلا مبارک باشه این گل خندون مبارک باشه وا ویلا مبارک باشه دست ننم انا کنین و انگشتر تلا کنین دست ننم انا کنین و انگشتر تلا کنین نش بوام دست بگیرین و خدا خدا کنین نش بوام دست بگیرین و خدا خدا کنین وا ویلا مبارک باشه نو گل گریون سلامت باشه وا ویلا مبارک باشه اینا یلا گل گندون بواد میگو میرم دنیا وا میگر لا 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 دیدم دم دریا چه کشی گل پیر گل پیر میلای لای هی لای لای هی یار خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو نگاه کردید. از جناب آقای معجونی بسیار ممنونم مجدداً. در این بخش ما از میهمانمون خواهش میکنیم قانونی که برای داشتن آینده‌ای بهتر وضع کرد و فرمود رو امضا کنه. قانون تمامی میهمانهای پیشگو اینجا جمع میشه با امضاشون و به یادگار پیش ما میمونه، شاید روزی در جایی از اونها استفاده شد. از آقای معجونی خواهش میکنم بنشینن روی صندلی و بفرمایید زیر قانونی که فرمودن رو امضا کنن.
هر انسانی بر مبنای ویژگی‌های فردی خودش آموزش ببیند و بر اساس شخصیت خودش قضاوت شود. مرسی. خیلی ممنونم. و در پایان ما این گلدون رو از طرف پیشگو تقدیم شما میکنیم که در این پایین لوگوی ما به یادگار با آقای معجونی هدیه میشه و در این گلدون نهالی هست، نهال زیتون. دلیل انتخاب ما اینه که زیتون نماد صلح هست و از اون مهمتر تنها چیزی که از ما، چه از اشیا، چه انسانهایی که در این سالن هستیم تا 2000 سال آینده رو میبینه این درخت زیتون هست. شما میتونید از 6 ماه دیگه در هر باغچه‌ای که دوست دارید این رو در تهران بکارید و ازش مراقبت کنید. بسیار با ارزشه. خیلی ممنونم. دو تا چیز برای من داره. یکی این که اولا از کجا دونستی من عاشق گیاهم و از کجا دونستی عاشق زیتونم؟ البته به عنوان این که میخورم ها، بله، روغن زیتون خطه ای که شما زندگی میکنید تا الان قرار نیست اینو بخورم. بله ما هم زیتون زیاد میخورم. بسیار خب، حرفی ندارید با خیلی ممنون، خیلی خوش گذشت برای اینجا در کنار شما. ممنونم، افتخاری بود برای ما. قربون شما، مرسی از شما. به افتخار جناب آقای معجونی. بفرمایید، خواهش میکنم. خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی ممنونم، مرسی از شما و انرژی که برای ما فرستادید تا ما بتونیم این برنامه رو به بهترین شکل به پایان برسونیم. امیدوارم که خسته نشده باشید و در پایان آرزوی ثابت و همیشگی عوامل پیشگو برای شما، اینکه در کمترین زمان ممکن رویاهاتون تبدیل به خاطره هاتون بشه، به افتخار خودتون. مرسی.